خب سلام دوستای گلم، بچه های گل افغانستان، چطورید؟ خوش اومدید به چنل اسلام ویروس. امروز با هم دیگه میخوایم در واقع یه سری اخبار جدید و تازه مارکت افغانستان رو با هم دیگه ببینیم و اتفاقاتی که توش افتاده و یک خبر خوش از سمت در واقع مصطفی میری ببینیم که یه ذره حالمون خوب شه. بریم برمیگردیم. الان اصلا میپرسین چرا لباسات عوض شد؟ خب اشکال دلم متاسفانه گرمم بود، گفتم لباسو بکنم. خب ما میخوایم داستان در واقع اول ویدیو مصطفی میری رو ببینیم، با یه خبر خوب شروع بکنیم. یک خبر بد هم داریم که مثل اینکه مرزبان ایران یه سری از مهاجرایی که غیرقانونی داشتن وارد میشدن رو با گلوله متاسفانه به قصر رسوندن و قانون هر کشوری هم همین فکر میکنم باشه که وقتی غیر قانونی از یک مرزی بخوای رد بشی، فکر میکنم چیز دارن، حکم تیر زدن فکر میکنم داشته باشن، اگه بتونن ببینن طرفو فکر میکنم داشته باشن. بریم حالا یه سری واکنش ها به این اتفاق رو میخوایم ببینیم، خیلی واکنش های کمی رو میخوام ببینیم با هم دیگه. حالا خیلی از رپر رو واکنش نشون داده بودن ولی خب خیلی هاشون شبیه هم دیگه بودن، به خاطر همین من یکی دو تاشو در واقع آوردم که با هم دیگه بررسی کنیم، گوش کنیم. اول بریم ولی خبر خوش رو گوش بکنیم، ببینیم آقای مصطفی عزیز چی گفته. سلام عزیزم، امید که جور باشین. از خواستم یک حسی را برای کسایی که تالو حس تجربه نکده اید خب بگیم، شاید بتونن یک احساس کنن بر لحظه ای حس پدر مادر نسبت به فرزند. من آقا مهدیارم، متولد 5 مهر استک، 5 مهر 99. ماهور خانم متولد 9 مهر استک، خودم متولد 15 مهر استم، امروزم 26 مهر استک. کامل یه هوی یه دفعه اتفاقی یادم اومد که 15 مهر تولدم بوده. فکر کنم پلای بیمارستان رو بالا پایین میکردم، چون در فکر جان بچه خودم، جان بچه من، یعنی خیلی از خطرش رفت نشده بود و اصلا خودم از یاد خودم کامل رفته بودم، چون خودی وجود نداره آدم وقتی بس جان بچه آدم باشه. خلاصه خدا رو شکر که خطر گذشت، اما بچه من هنوز دمونج بسری است. خدا رو شکر، یعنی عمل موفقیت انجام شده و خطر گذشته، خدا رو شکر. ادامه بدیم. خواستم این حس دایتان با ایتان در اشتراک بذارم، دستان دارم. عشقی هست عزیزان. تمام برادرای ما که در استوری، در پیوی، در هر چیز یک قدم برداشتن برای مهدیارم، برای بچه ما، من نوکرشم هستم. عشقی هست ایکی اسم نبردم یا اسم یکی دو نفر بردم، این فقط خواستم خلاصه ای از داستان باشه. و اسم اینایت، سیاوش نگهبان، ساهر، اینا رو نبردم، اینا از خود ما یاد داشت، اینا برارای من، دولای من، رفقای من، کسایی هم که چشم بسته برشان هر کار میکنم. و او استوری رو از طرف اینا هم گذاشتم، یعنی استوری قبلی رو از طرف اینا هم بوده، از طرف این شخصیت هم بوده، ساهر، سیاوش نگهبان، اینایت و و و هر کس که ما رو از خود دانستم روز، دمشان گرم. خدایی از خدا میخوام هیچ وقت جای اون لحظه از ما نباشین، ولی خب این حسا رو میبینم خیلی عشق کنم. خب این بود خبر خوش امروز ما. الان باید برسیم به واکنش رپرها که به این اتفاقی که برای در واقع مهاجران افتاد رو بررسی بکنیم، ببینیم واکنش، یعنی رپرها چه واکنش هایی داشتن. بریم با هم دیگه ببینیم. ساهر ملودی اولین کسیه که حالا استوری شما میخونید، نوشته مسئول تمام جنایت ها علیه مهاجرین افغان طالبان تروریست است. مردم ما در وطن دل خوش دارن، نه خارج وطن، نه تو وطن میگه حالشون خوبه نه داخل وطن. یعنی میگه که تقصیر طالبان هستش که مجبور میشیم مهاجرت کنیم، حالا غیر قانونی یا هر طوری که هست، از مرز بگذاریم و این داستانا. مشکل میدونید چیه؟ ببینید من مشکل با قانون هر کشور همینه. خب یعنی حکم تیر دارن مرزبان ها در واقع، یعنی شما نمیتونی غیر قانونی از مرز یک کشور عبور کنی وارد کشور بشی. خب این از قانونش که، و ما از همینجا تسلیت میگیم به تمام کسایی که واقعا هیچ راهی جلوی پاشون نمیدیدن که آقا چی کار کنیم، یعنی آخری راهشون این بوده که بخون غیرقانونی از یک مرزی عبور کنن و یک همچین اتفاق تلخی بیفته. از همینجا من تسلیت میگم به همشون و امیدوارم که روحشون حداقل دیگه الان آزاد باشه، خوب باشه. نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم. اما یه سری از حالا هموطنا بودن که خیلی شادی کردن از
مرگ در واقع انسان ها. ببین اوکی، غیرقانونی وارد شده و این اتفاق براش افتاده، چرا مثلا نمیگی اوکی خدا بیامرزه، خدا رحمتش کنه؟ چرا میگی آقا ایول که مثلا طرف رو کشتی، ایول؟ ببین این رفتار، یه سری رفتار هستن، ببین بستگی به اون فرهنگ و این داستان هم داره دیگه. نمیدونم واقعا چی بگم. ما هیچ وقت نباید از کشته شدن هر کسی که باشه، فرقی نمیکنه از کجا باشه، رنگ پوستش چی باشه، هیچ وقت نباید از کشته شدن انسان ها آدم خوشحال بشه. که بریم حالا استوری در واقع ابوم هم ببینیم و میرسیم به خانم سونیتا علیزاده، سجی هم میبینیم و و و و غیره. بریم بریم. صبحتان بخیر، خدا کنه خوب بشین. آجی ملت سرتان از اینترنت بکشن، برم برم سر کار کنن، برم برم پشت یک لقمه نان بگردن، پشت کسشیر نگردن. برار ملت از ما 40-50 ساله دارم هر روز دگاه منم، چیکار کنم؟ من 40-50 از وقتی که در دنیا آمدم بعد استوری غمگین بزنم تا که من بوم برم، تا یک روز بگو آرام بشه در افغانستان، یک روز بگو یک خبر خوش بیا، یا انفجار شد یا کشتن یا سر بریدن یا قتل عام کردن یا انفجار یا نمیدونم الان برای مردن خدا بیا مرزه چون من چیکار کنم؟ استوری مثلا ما بذارم حل میشه؟ ما همجوری خود ما برای 1000 تا کیرخر داریم داخل زندگی ما، همقدر خنده میکنم آمدم انرژی خوب بدم، اقدر کس شیر میگن که کیر میزنم با حال آدم، چیکار کنم ما؟ آه مردن خدا بیا مرزه چیکار کنم برای بخشن بخشن بخشن. شما مرد عمل اند گپ، شما مرد گپ نیست، شما مرد بخشن کلشن کفار وردارین، برن خواهر مادر طالبان و پولیس های سرمرز رو مادرشونه بگی بخشن بلنشن، دیر شده دیگه بلنشن. شما مرد عمل اند کیری ها هیچ گوی نمیتونم بخورم، فقط به همه استوری ها عوام استوری نداشت. وای دنیا چپه شد، الان خون او 200-300 نفر حیف شد دیگه، چون عوام استوری نزاشت دیگه اونا خونشان. چی کار کنم برارم؟ ما همه خود ما داریم میخندیم فلان اینا، شما داریم انرژی خوب میدم، من چی کار کنم؟ بند خدا مرده، خدا بیا مرده چون انشالله خانوادهش رو صبر بده خدا. برارم ولکو کله کیریت از این گوشی بکش بیرون، برو سر کار، برو به جون مادر مگه ده ای چیزا فکر کنی؟ بیکاری کسشیر داخل یوتیوب اینستا میگردی که چی چی شده، کی چی کار کرد؟ خب این بود استوری عوام. حالا بریم استوری های در واقع واکنش خانم سونیتا علیزاده ببینیم به این قضیه، که کلا یه جورایی فعال اجتماعی دیگه، یعنی همیشه داره موزیک های اجتماعی سیاسی میده، و بریم نظرش رو ببینیم که راجع به این قضیه چی گفته. ما افغان ها چی در امریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، حتی خود افغانستان با شعار زن زندگی آزادی برای حمایت از مردم ایران در تظاهرات با اونا شرکت کردیم، و آن وقت حال ایرانیایی هستن که با مرگ ما خوش میشن. آدم چقدر میتونه بدون درک، فهم، رحم باشه و تمام مشکلاتی که دولت اینا به وجود آورده و میاره بندازن گردن افغان هایی که حتی توانایی ایر ندارن که برای حقوق که کار کردن استاده بشن. آره یه زمانی سری اتفاقات میافتاد، همه میگفتن تقصیر بچه افغانستانه، یه سریاش اوکی یه سریاش شاید باشه، ولی اینکه جمع میبندستن کلن همه رو با هم، این داستانه، این داستان داره دیگه، که زحمت کشیدن بگیرن بدون ای که شکنجه بشن یا رد مرز بشن. ما افغان هایی که با مرگ مهسا شما به یاد فرخنده افتادیم، غمگین شدیم، گریه کردیم و خیلی جاها از اون نام بردیم، آن وقت شماها، بعضی از شماها میایین و برای خود ما میگن که چقدر دولت شما کار خوبی کرد که بیشتر از 200 نفر تیرباران کرد، کسایی که به شما پناه می آوردن. مفهمید امین دنیا خودی و ثابت نیه، خیلی چیزا قرار است که عوض بشه. نمیگم که ای بلا شاید اصلا آرزو یا امید یا هیچ وقت آرزو نمی کنم که همچین بلایی که سر ما مردم افغانستان آمده سر کسی بیایه، ولی ایر میگم که دنیا ثابت نیه، شاید یک روز شماها خواسته باشن به یک کشور دیگه پناه ببریم. شما باید مهربانی یاد بگیریم، نه که نفرت در خود جا بده. ما افغان ها
ما برای همه افغان ها صحبت نمی کنم، فقط بیشتر اکثریت که من میشناسم واقعا همیشه آرزو اینایی است که ایران شما هم یک روزی آزاد بشه. نمیدونم من تو بقیه کشور چجوریه، ولی توی ایران من فکر میکنم حکمتی رو داشته باشن توی مرز. ببین اگه میشد از مرزها به راحتی عبور کرد و پناه برد به یک کشور دیگه، خب تمام ایران این کار رو میکردن، ولی غیر قانونیه. اگر غیر قانونی نبود نیازی به قاچاقبر هم نبود. میدونی خیلی ها قاچاقی عبور میکنن، خیلی ها ریسک میکنن، خیلی ها اصلا این چیز واقعا ترسناکیه. شما بخوای از مرز خارج بشی و به یک کشور دیگه ورود بکنی، اونجا چه اتفاقاتی که ممکن نیست برات بیفته. یعنی طرف میدونه که آقا من ممکنه توی این راه کشته بشم، ولی خب باز هم تصمیم میگیره که آره بهتر از اینه که من اینجا بمونم، بهتر برم یه کشور دیگه قاچاقی برم. و نمیدونم واقعا باید این اتفاقا رو بگم که نباید مثلا میکشتن، چون من با قوانین اینا من نمیدونم حاجی، چون اینا به میدونی چی میگم، باید بدونی چی میگم، باید بدونی چی میگم. بریم ایران شما هم مثل افغانستانی که قبلا بود آرامش داشته باشه، آزادی باشه. و به خاطر ای که ما فکر میکنیم ما مردم یک فرهنگ داریم، ما مردم یک هدف داریم، هم صحبت هستیم و خیلی چیزای مشابه داریم که اینا باعث میشه که ما همدیگر بیشتر حمایت بکنیم. ولی چطور این همه بعضی از شما نفرت دارین؟ چطور به خاطری که زور شما نمیرسه به دولت میفتیم به جان مهاجرین؟ این نفرت هم به نظر من واقعا به خاطر فرهنگ و خود کشوره. یعنی به هر حال مردم و کشور بار میاره دیگه که چه شکلی باشه. و خیلی تعداد مردم ایران خیلی هاشون هستن که همین فکر رو دارن، حالا اصلا فرقی نمی کنه بچه های افغانستان باشن، حتی با کسایی که رنگ پوستشون هم تیره باشه مشکل دارن. یعنی همچین حالتی هن معمولا. که زور شما نمیرسه به دولت میفتیم به جان مهاجرینی که قدرت جنگ با شما ندارن، توانایی رو ندارن، انگیزی رو ندارن. فقط امیدوارم که یک هدیه هم ما شماها دریافت بکنیم و او هدیه ای باشه که یاد بگیریم مهربان تر باشیم، یاد بگیریم که رحم بیشتر داشته باشین، به خاطر ای که شما هم یک روز شاید دوست داشته باشین به افغانستان بیاین. خب ببین یه ذره حرف و قاطی شد. یعنی الان ببین من میدونم خانم سونیتا علیزاده اومد منظورش به کسایی بود که خوشحال شدن و یه سری ریاکشن داشتن که آقا ایول مثلا آقا اینا زدین مثلا قتل عام کردین اینا رو، فکر کنم داشت منظورش اونا بود. آخه نمیدونم اون مرزبانه مثلا بیرحم باشه، نمیدونم اونو که ما نمیتونیم، یعنی اگه با اون باشه که این صداش به اون نمیرسه اصلا، براش فکر میکنم اهمیتی هم نداشته باشه. تو 10 نفر بکشی 20 نفر بکشی دیگه بعد 10 نفر دیگه هم میکشی. حالا هر میدونیم من فکر میکنم منظورش کلا با اون کسایی بود که واکنش‌های خیلی عجیب غریبی داشتن که میدونی خیلی عجیب بود واقعا. حالا ما ویدیو ساجی رو که ببینیم متوجه میشین من دارم راجع به چی صحبت میکنم، که کاملا درست هم داشت صحبت میکرد. بریم برسیم به ویدیو ساجی ببینیم چی گفته بود راجع به این قضیه. یو برگشت درستیم بچه ها، خوب هستن بچه ها؟ من عشقت خودم کلنجا رفتم که استوری نمونم باز دیگه نمیشه، چون واقعا کلیم خیلی خراب شده جی. سرم اتفاق فکر کنم چند روز پیش افتاد، افغانی ما شما رو لب مرز کشتن. حالا نمیدونم چند تا بوده، خیلی هم میگن راسته خیلی هم میگن دروغه. اگه راسته کشته شدن که خدا بیامرزتشان، خدا در خانواده هایشان صبر بده. ولی آجه مثلا کار ندارم دی داخل تیک تاک آجه یک بیامه کس یک چیزی گذاشته بود، یک ویدیو جور کرده بود، نوشته بود که کشته شدن 270 تا افغانی را
در ملت شریف ایران تبریک میگم. بابا حرام زاده بیناموز، تو از کدوم مادر زایده شدی؟ انسان کشته شده، انسان مرده، یک چند دانه انسان مرده. این ببین اینو دارم میگم، مهم اینه. باز توی بیناموس آمدی کشته شدن یک انسان رو تبریک میگی در یک ملت؟ بابا بیامه کس، یک نفر دشمنش که دشمنش میمیره ناراحت میشه. تو بیامه کس، ما افغانی ها در کشور شما چی کارا کردیم؟ کشور شما رو ساختیم، اصلا دیگه چیزا کار ندارم. بیامه کس، تو انسان نیستی؟ یعنی از کشته شدن یک انسان تو یک خوشحال شدی؟ بابا بیامه کس، امیدوارم یک روزی خودت بیمیری، از خوشحال از مردن تو صد نفر دیگه خوشحال بشن. بعد اون موقع مادرت پدرت ببین چه حسی دارن. خیلی حرام زاده این بعضیتون، خدا وکیلی. یارو اصلا کار ندارم بابا، سیاه سفید ایرانی افغانی نمیدارم، اروپایی آمریکایی، انسان مرده، انسان، یک انسان مرده. بعد توی بیامه کس میگید او رو تبریک میگید ملت ایران؟ بابا بعضیتون خیلی حرام زاده این، خدا وکیلی، خیلی. آخه نه مثلا میدونی یه سوالی که برای آدم پیش میاد، میگه آقا این اتفاق افتاده، مثلا چه سودی الان برای کسی که میاد تبریک میگه داشته؟ دشمن بوده طرف، چه میدونم متجاوز بوده، مثلا اون 270 نفر مثال دارم میزنم، قاتل بودن مثلا، چی بوده که خوشحال بشی مثلا تبریک بگی؟ تبریک و مثلا به یه دلیلی میگن که آقا چه میدونم یه پلیسی میاد یه قاتل سریالی رو دستگیر میکنه، میگه آقا تبریک به ملت مثلا ایران که پلیس ایران اینو دستگیر کرده. یکی رو مثلا میزنن، یه سیاستمدار خیلی بزرگ و مثلا تو آمریکا میزنه، ایران مثلا میزنه، برای مثال یکی مثلا هیتلر رو میزنی، خب بعد تو میگی تبریک که اینو زدی. این مثلا من میخوام بدونم آقا چی بود، چه تبریک، پوینت این تبریکه چی بود؟ آقا اینو میخوام بدونم، اینجوری میخوام بدونم. و کاملا فکت ترین شکل ممکن بود، بهترین شکل ممکن اومد ساجی صحبت کرد و دمشون هم گرم. واکنش ها رو دیدیم، یه خبر بد داشتیم یه خبر خوش، ولی من اینجوری گفتیم که حالا ویدیو رو من خیلی واکنششون داده بودم، بچا استوری و اینا خیلی زیاد بود، اما چون تعداد طولانی میشد خیلی، یعنی 30 دقیقه 40 دقیقه ویدیو میشد، واسه همین من اومدم گلچین کردم یه سری از ریاکشن ها رو، واکنش های رپر ها رو با هم دیگه بشینیم ببینیم که تایمش هم خیلی طولانی نباشه و خستم نشید شما. ولی کلن پوینت و نکته ای که این ویدیو رو میخوایم برسونیم، حالا امیدوارم دست هموطنای منم برسه، بگم که آقا انسانی که میمیره، تو بگیر آقا اصلا خب 10 نفر میمیرن، 10 نفرشون اگه آدمای بدی باشن اوکی باشه، منم با شما هستم تبریک میگم، ولی فکر کن از 270 نفر فکر کن 250 نفرشون آدمای بی آزار و آدمای خوب و مهربون و اینا بودن. شما نباید از مرگ هیچ انسانی خوشحال بشی. خب طرف میگه دشمنش هم حتی دشمنت هم حتی یه مشکلی براش پیش بیاد بمیره مثلا، باز تو خوشحال نمیشی اگه انسان باشی، اگه انسان خوش قلبی باشی خوشحال نمیشی. امیدوارم که این فرهنگ جا بیفته، این نجات پرستی و این داستانا یک روزی بالاخره تموم بشه. ولی خب این نجات پرستیه تموم شدنی نیست، طبق اون تجربه‌ای که من دارم، یعنی ببین فقط ایران نیست، ما تو تمام کشورهای جهان نجات پرست داریم، تو انگلیس داریم، تو آلمان داریم، تو فرانسه داریم، اصلا میدونی چی میگم، فقط و فقط این شکلی نیست، یعنی فقط و فقط برای این که مخصوص این کشور نیست، ما آدم داریم، تو آدم، آدم ها با هم خیلی متفاوتن. مرسی تا اینجا بودید بچه، امیدوارم که همه چیز به زودی حل بشه و صلح برقرار بشه و همه چی ردیف شه. مرسی، عشقت، فعلا خدا نگهدار.